فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن امروز سهشنبه گفت که گزارش های مبنی بر خسارات گسترده در منطقه ساحل غربی که زلزله شدید آنجا را در روز سال نو تکان داد دریافت کرده است او گفت، تمام های خود را از شب گذشته جهت جمعآوری معلومات از وضعیت انجام داده ایم، اما به دلیل موجودیت موانع در جاده ها، ورود به شمال شبه جزیره نوتو خیلی مشکل شده است. آقای کشیدا همچنان به خبرنگاران در مورد تلفات متعدد انسانی خبر داد و گفت جی... گزارش های دریافت کردم مبنی بر اینکه که تا کنون خسارات بسیار بزرگی از جمله تلفات متعدد انسانی تخریب ساختمان ها و آتش سوزی تایید شده است. یک روز پس از زلزله بعد از ظهر روز دوشنبه که شدت آن به مقیاس ریاکتر 7 6 درجه بود پس لرزه ها ولایت ایشیکاوا و مناطق اطراف آن را تکان داد. صدر اعظم گفت که اردوی آن کشور یک هزار سرباز را برای پیوستن به تلاش های نجات به مناطق آسیب دیده اعزام کرده و تأکید کرد که آنها با خسارات گسترده روبرو هستند. در مجموع سه هزار عمله امداد و نجات متشکل از پرسنل اردو، عمله اطفاییه و افسران پلیس به محل زلزله در شب جزیره نوتو در ولایت ایشیکاوا اعزام شدند. در همین حال باشندگان یک شهر کوچک در ژاپن در حال پاککاری خسارات ناشی از این زلزله مرگبار هستند که همراه با امواج کوچک سونامی بود و به برخی از خانه ها آسیب رساند. کیزیوکی یواکی باشنده این محل میگوید: خانه نبودم سر کار بودم اما اگر خانه می بودم احتمالاً به خاطر سونامی خطرناک می بود همه جا با زلزله یکسان بود و تکان می خورد اما سونامی رخ داد بناهن بودن در اینجا خطرناک بود به اساس گزارش ها آب، برق و خدمات تلفنی در برخ مناطق هنوز قطع است و ساکنان نگران خانه های ویران شده و آینده مبهم خود هستند. این زمین لرزه همچنین در زمان حساس برای صنعت هستهی جاپان رخ می دهد که پس از زلزله و سونامی سال 2011 که منجر به زوب هستهی در فکوشی ما شد با مخالفت شدید مردم محل مواجه شد. تمام شهرها در آن فاجعه و ایران گردید و نزدیک به 20,000 نفر جان باختند. جاپان هفته گذشته ممنوعیت عملیاتی اعمال شده بر بزرگترین دستگاه هستهی جهان کاشیوازاکی کاریوارا را که از زمان سونامی سال 2011 بسه شده بود لغو کرد.